برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. روند رو به افزایش دما باعث شده نهادهای خیریه بین المللی عواقب آن را برای همه ساکنان زمین به ویژه بی خانمان‌ها نگران کننده توصیف کنند، در حالی که در فصل گرما میلیون‌ها نفر از ساکنان زمین تلاش می‌کنند تا با استفاده از تجهیزات سرمایشی محیط خود را در برابر گرمای شدید خنک نگه دارند. بی خانمان‌ها برای دسترسی به سرپناه، آب سرد و کرم ضد آفتاب با مشکل مواجه هستند. بنابر این تأثیر، دمای بالا برای این گروه از ساکنان زمین که در خیابان زندگی می‌کنند بسیار جدی‌تر است. سازمان‌های خیریه با فرارسیدن فصل گرما با به صدا درآوردن زنگ خطر اعلام کردند که گرمای شدید یک تهدید جدی برای سلامت بی خانمان هاست. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری اروپا مدیترانه، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر بخشی از پاکستان و هند را لرزاند. این زمین لرزه روز سه‌شنبه 23 خرداد در عمق 60 کیلومتری زمین و در 99 کیلومتری پنتاگون در شمال اتفاق افتاد. گزارش‌ها از هند حاکی از آن است که زمین لرزه در دهلی، پایتخت و مناطق شمالی هند احساس شده است. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی دان نیوز پاکستان، این زمین لرزه در پیشاور، اسلام آباد، لاهور و شماری دیگر از شهرهای پاکستان هم احساس شد. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی پخش نشده است. موکب حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیراز دامظله در شهر مقدس کاظمین برای خدمت رسانی به زائران این شهر مقدس در ایام شهادت حضرت امام جواد علیه السلام آماده می شود. این موکب طبق برنامه ی هر ساله خود با استقرار در یکی از خیابان‌های شهر مقدس کاظمین آمادگی‌های لازم را برای خدمت رسانی به زائران اتخاذ می‌کند. تأمین محل اسکان و استراحت برای زائران، توزیع غذا و نوشیدنی در چندین نوبت در طول شبانه روز، اقامه مراسم‌های عزاداری، اقامه نماز جماعت و غیره از جمله فعالیت‌های این موکب است. مرکز خوشنویسی عرب و القرم وابسته به دارالقرآن در آستان مقدس حسینی علیه السلام نمایشگاه آثار خطی برگزیده اولین دوره مسابقه بین المللی خوشنویسی عربی را با حضور خوشنویسانی از کشورهای عربی و اسلامی به پایان رساند. گفتنی 113 اثر قرآنی از خوشنویسانی از کشورهای اردن، مصر، بحرین، عمان، الجزایر، ایران، اندونزی، مالزی، پاکستان و عراق در جوار حرم امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا به نمایش گذاشته شد.